اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. الهی امتغنی بالهدا و الهمن التقوا. رمضان 91 در استان مازندران بحثا ضبط میشه و بحث ما هم بحث گناه و جبران گناه، توجیه گناه، عوامل گناه، آثار گناه و توبه از گناه و دوربر بالای 90% تقریبا قرآنه، مقداری هم روایات. چند جلسه راجع به آثار گناه بحث کردیم، سعی میکنم این جلسه تمومش کنم. تا 60-70 تو آثار گناه تو یاد داشتم هست، ولی خواسته باشم همه رو اینا رو بگیم، وقت نصف ما رمضان راجع به آثار گناه میشه، باقی بحثا رو نمیتونیم بگیم. گناه سبب بی‌اعتباری اجتماعی، جلسه قبل گفتیم سقوط، شکست در جبهه، انحراف، اینا رو حالا این جلسه اینطور میخوایم بگیم. سلطه شیطان، موضوع بحث، بسم الله الرحمن الرحیم، آثار گناه. در 20 گفتیم، یکیش اینه که تو این جلسه میخوایم بگیم تسلط شیطان. قرآن فرمود انما استذلهم الشیطان، انما یعنی فقط، استذل میلغزونه اینها را، انما استذلهم الشیطان، شیطان اینها را میلغزونه. میدونی چرا؟ به بعض ما کسبو، به خاطر بعضی کارهایی که انجام دادن، یعنی به خاطر گناهان. به بعض ما کسبو، یا یه قرآنه، سوره آل عمران آیه 155. یعنی علتی که شیطان تسلط پیدا میکنه گناهه. گناه باید شد که شیطان سوار آدم بشه. شیطان، اگر اصل وجود شیطان وجود داره یا نداره، هر که بخونه شیطان هست یا نه، تصمیم میگه دو رکعت نماز بخونه که حواسش جمع باشه. هر که تونست دو رکعت نماز بخونه که حواسش پرت نشه، معلوم شه شیطان نیست. این دلیل وجود شیطانه که انسان گاهی وقتا بی اختیار فکرش میره جایی پیداست دست خودم نیست، هر چه میخوای خودت نگهداری نمیشه. افرادی به من گفتن آقای قرائتی چه کنیم سر نماز حواسمون جمع بشه؟ من نمیتونم حواسم جمع بشه، به هر کس و ناکسی حرف میزنم حواسم جمع، تا میگم الله اکبر حواسم پرت میشه. منم بهش میگم یه دکتر پیدا کن با هم بریم پلوش، چون منم همینطورم. میگو بچه کوچولو بود در خونه گریه میکرد، گفتیم چه عزیز سری گریه میکنی؟ گفت میخوام زنگو بزنم دستم نمیرسه. گفتم خب من برات میزنم، گریه نداره من میزنم. گفت نه میخوام خودم بزنم. دیدم بچه گریه میکنم، بغلش کردم گفتم تو بزن. زنگ در خونه که زد گذاشتم زمین، گفت بیا با هم فرار کنیم. این پیداست میخواست بزنه فرار کنه. حالا به من میگن چه کنیم سر نماز حواسم جمع شم، میگم یه دکتر پیدا کن با هم بریم پلوش. چطور شیطان مسلط میشه؟ امیرالمومنین یه جمله داره تو نهج البلاغه، میگه شیطان اول تخم ریزی میکنه، بذر میپاشه، بعد اینا رشد پیدا میکنه، یه ذره ذره سر از در میاره دو و خلاصه هی یه ذره ذره پر رنگ میشه. بذار این شیطان خود بازش کنم. اول گام اول وسوسه، گام اول الغاه. الغا یعنی یه چیز پرتاب میکنه. شیطان نمیتونه بیاد در روح انسان، اولیاء خدا رو شیطان نمیتونه در روح، ولی از دور، مثل که شما مثلا میخوای به یکی سیلی بزنی، میبینی مثلا دستت بهش نمیرسه، تخمه رو پرت میکنی، گوجه پرت میکنی. علق الشیطان فی امنیته، علق الشیطان یعنی شیطان از دور القا میکنه، پرتاب میکنه. این قدم اول.
افراد دیگه بالاتر از القا میشه تماس. تماس میگیره. نه اصلا میره نزدیک. مسهم طائف من شیطان. مسه یعنی تماس میگیره. طائفتون من شیطان. شیطان های دورگرد تماس میگیرن باشه. اگر تماس گرفت، بعد از تماس فرو میره تو مخ. یوسوس فی چی؟ صدور. فی یعنی در، یعنی میره تو. تو که رفت گای وا میسته دیگه بیرون هم نمیاد. قرآن میگه فهو له قرین یعنی همونجا وا میسته. وای کسید شما جز یارانش میشی، اولیاء شیطان. بعدش میشی حزب شیطان، میشیم. بعدش میشیم خود شیطان، شیاطین من الجنت و الناس. خودم میشیم شیطان. اول القا پررنگ میشه، تماس میگیره. پررنگ میشه فرو میره. پررنگ میشه مسکن تو روح ما وامیسته. وقتی در روح ما وایستید اصلا نگاه ها دیگه شیطانی میشه، تفکر شیطانی میشه، اصلا همه تصمیم ها شیطانی میشه. اولیا شیطان، حزب شیطان، خود شیطان. چطور انسان گناهکار میشه؟ گام به گام. قرآن میگه خطوات شیاطین. خطوات تو قرآن بارها میده. خطوه یعنی گام، گام به گام. اول میگه حالا بریم یه بستنی با هم بخوریم، بعد یه سیگار هم دستت میده، بعد یه سیدی هم بهت میده، همینطور گام به گام. اول شوخی بعد جدی، اول گناه کوچیک بعد گناه بزرگ، گام به گام. ولی ازا قرآن گفته گام اول جلوشو بگیر. اول میگه ان بعد از ظن اسم، سوء ظن نکن. چون وقتی من سوء ظن بردم به کسی، دنبال سوء ظن تجسس کنم. ای فلانی بود، با او فلانی رابطه داشت، سبکو ببینم. اول سوء ظن، دنبال سوء ظن تجسسه. دنبال تجسس عیب رو پیدا میکنی، غیبت میکنی. ولی ذا قرآن اول گفته سوء ظن نبر، بعد گفته حالا اگر سوء ظن نبردی، نتونستی جلو فکر بگیری، ذهنت رفت به جایی که فلانی فلان جوری. اگر سوء ظن نبردی نسبت به کسی فکر بد کردی، لااقل تجسس نکن. حالا اگر غلط دوم انجام دادیم، هم سوء ظن بردیم هم تجسس کردیم، فهمیدیم فلانی چه مشکلی داره، میگه حق نداری نقل کنی، غیبت نکن. یعنی گام اول سوء ظن، گام دوم تجسس، گام سوم افشاگری، عیب مردم رو نقل کردن. این گام به گامه. اول میگه نگاه نکن، چون وقتی نگاه کردی دیگه بعد از نگاه دست خودت نیست، نمیدونی دنبال نگاه چی میشه، دنبال نگاه چی میشه دیگه دست خودمون نیست. انما استزل لهم الشیطان به بعض ما کسبو. شیطان چجوری مسلط میشه؟ هم پول پول میاره، هم گناه گناه میاره. پول پول میاره، کسی پولش بیشتره تجارت بیشتری میکنه، سود بیشتر میبره. گناه هم گناه میاره، این گناه مقدمه اون گناه، اون گناه. گناهان زنجیره‌ای، یعنی انسان گاهی با یه رفاقت میرسه به جایی که این جاسوس اسرائیل میشه. اولش هم از یه خوشوپیش و بستنی و یه تفریحی بریم، یه سفری بریم، پول بلیط هوا پیدا میدم، حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم چه مزه‌ای میکنه، یعنی قدم به قدم. ولذا یه سری گناه ها رو میگه ذره و ریز و درشش فرق میکنه. شما یه قاشق چای خوری، شراب بخوری، با این که یه لیتر بخوریم، گناهش یکی، گناهش یکی. و خطر اونجاست که انسان بگه ای گناه من کوچولوه. اگر کسی گفت ای گناه چیزی نیست، خدا این نمبخشدش. من یه وقتی مثل زدم،
گفتم اگر یه گچی دست منه یه مثقال، یه مثقال رو پرت کردم تو سر شما. بعد گفتی چرا میزنی؟ برو بابا، ای که چیزی نی که، ای که من میگم چیزی نی، شما بیشتر عصبانی میشی، تا آخر عمرم من نمیبخشی. میگی گچش زد تو سر من، بعدم گفت چیزی نیست. عوض که اصحایی کنه گفت چیزی نیست. چی گناه آدم بکنه بگی که ایچی چیزی نیست، اینو خدا نمیبخشه. خانم این رقم حجاب حرامه میه تو خیابون. حال ایچی چیزی نیست، اوه به کجا کنی، بردن رفتن، خیلی از این بدتراش هست. ممکنه او بدترها رو خدا ببخشه، چون میگه من مجرمم، گناه کردم، معذرت میخوام. اما شما اصلا اینو گناه نمیدونی. آقا یه مبلغی کمی از من میخوای، میگه حاج آقا این مبلغی کمی شما به ما بدهکارید، لطفا بده. میگم برو بدهکاری که چیزی نیست که، مردم میلیارد میلیارد بزدیدن بردن، بانگا رو ندیدی. اگر گناه کمو بگم چیزی نیست، شما عصبانی میشی. اما یه مبلغ بیشتری خواسته بشه، میگم آقا میدونم مبلغ سنگینی از من میخوای، چشم بدم، معذرت میخوام. اگر معذرت خواهی کنم، شما گناه بدهی سنگین منو تحمل میکنی. اما اگر عذرخواهی میکنم، بدهی سبب شما منم تحمل نمیکنه. یکی از کارا اینه که ما خودمونو بیگناه ندونیم. من چه کاری نکردم؟ ماشین رو بیخودجات پارک نکردید؟ این پارک بیجا میدونید چقدر ترافیک با وجود آورد؟ تو ترافیک چقدر بنزین این قیمت از بین رفت؟ بالاتر از بنزین عمر مردم چقدر تو ترافیک موند؟ همه یه دوبله پارک کردن. حال کاری نکردیم که ما که جنگل آتش ندادیم، حال یه خورده پنیفارو شدیم، آب نمکر رختیم پا درخت خیابون. خیلی خوب، این آب شور درخت خوش نکرد؟ این درخت خوش میکنم یه چیزی نی. اگه کسی جنگل آتش زد جرم کرده. گناه کوچیک رو کوچیک نشمرید. گناه کوچیک بزرگتر گناه بزرگه، چون گناه کوچیک آدم عذرخواهی نمی‌کنه، میگه چیزی نیست. گناه بزرگو گاهی یادش میفته، میگه چه غلطی بود کردم، خدایا معذرت میخوام ببخش. گناه بزرگی که با معذرت باشه قابل بخششه. گناه کوچیکی که بی عذرخواهی باشه قابل بخشش نیست. سنگ یک کیلو ما بزنم به شما، دست شما رو ببوسم میبخشی. گچ یه مثقالی بزنم بگم اینکه چیزی نمیبخشی. و استقلال الخير و ان كثر من قولي و فعلي. خدایا امام زین العابدین تو دعای مکارم الاخلاق میفرماید خدایا یه جوری کن که کارا خیرمو کم بدونم، کارا بدمو زیاد بدونم. خیلی وقتا یه کاری میکنیم میگیم چیزی نیست، اما این آثاری داشت. تو عروسی کسی چرا خاموش میکنه؟ میگه حالا ما شوخی کردیم، لامپو خاموش کردیم. بیا میدونی شوخی چی شد؟ چند نفر از پله افتادن، چند نفر تو آسانسور گیر کردن، چند نفر آتیش سیگارشون قالی رو سوزون، چند تا ظرف شکست، چند تا بچه جیغ زدن، چقدر صاحب خونه خجالت کشید، چقدر میوه ها و شیرینی ها زیر دست پا رفت، چقدر بره پیدا کردن کفششون عمرشون تلف شد. همین یه بار خاموش کردی رفت. نکتب و مقدم و آثاره هم. گناه مقدمه کشتن گناه کوچیک مقدمه گناه بزرگ میشه. قرآن فرمود یقتلون النبیین بغیر حق ذلک بما عصوا. یقتلون النبیین، انبیا رو میکشه. میگن چی؟ میگه ذلک بما عصوا، چون گناه میکنه. گناه هی پررنگ میشه پررنگ میشه تا کشتن پیغمبر پیش میره. شما در تاریخ یوسف دیدید حسادته تو خونه پیغمبر، تو خونه وحی، تو خونه پیغمبر حسادت کاری کرد که برادرشون تو چه انداختن. حسادت تا برادرکشی پیش میره، گناه تا پیغمبرکشی میره. قرآن میگه یقتلون النبیین، انبیا رو کشتن. چی؟ ذلک بما عصوا، از راه معصیت به اینجا کشیده شدن. مقدمه کشتن انبیا. خب گاهی سبب مرگ زودرس میشه. گناه آدمو جوان مرگ میکنه. داریم بعضی روایات حتی اگر پدر کشتنش واجب شد، پدری جنایتی کرده که قاضی حکم اعدام داده، پسرش حق نداره بکشدش، چون کشتن پسر انسان را جوان مرگ میکنه. ولو پدر
شمر باشه. شمر هم اگه خواستید بکشیدش، پسرش نبود بکشیدش، کسی دیگه بکشید. گاهی گناه ها آدمو جمون مرگ میکنه و گاهی استغفار سبب طولانی شده میشه. قرآن بخونم: یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمی. میگه اگر استغفار کنید یغفر لکم من ذنوبکم، اینه گفته یغفر لکم ذنوبکم، من ذنوبکم. یکی شما روزه بگیری و قرآن بخونی و ختم قرآن و نمیدونم مسجد و الغوث و دعا و اینها، من ذنوبکم، بعضی گناه بخشیده میشه. یه سری گناه ها حق و ناسه، دو لیتر هم گریه کنی خدا نمبخشه. شما اگر دست چپت کثیف باشه، هزار هم دست رو دست آب رو دست راست بزنی شسته نمیشه. گناه نماز اینه که نماز بخونیم، اگر نخوندیم قضا کنیم. گناه روزه، روزه رو قضا کنیم. گناه خمس اینه که خمسمون رو بدیم. که من همونطور که هستم هستم، فقط ماه رمضان روزه میگیرم و مسجدم میرم و الی آخر. اصلا شما تصمیم دیگه افطاری نده. اگر شما خمس بدهکاری، به چه دلیل افطاری میدی؟ افطاری دادن مستحب، به خمس دادن واجب. واجب. به واجبات برسیم. مسجدهای ما این همه تزیینات میخواد چه کنه؟ مگه میشه به اسم شعائر دینی هر چی میخوایم خرج کنیم؟ ولی پول خودمون باشه، محکم باشه، اما این همه تزیینات میخواد چه کنه؟ مسجدهای بزرگ همه میخوایم چه کنیم؟ مسجد بزرگ سر کردنش، گرم کردنش گیر داره. مسجدها محله به محله باشه، کوچیک کوچیک باشه، مردم زود بتونن جمع شن، زود بتونن برن خونهشون. گناه باعث مانع باران. حضرت هود فرمود استغفروا ربکم، مردم عذرخواهی کنید به خاطر گناهاتون، یرسل السماء علیکم مدرارا، سوره هود آیه 52. اگه میخواید بارون بیاد عذرخواهی کنید از خلافتون، عذرخواهی کنید از خلافتون، جبران میشه. گناه باعث ایمان نیاوردن میشه. آدمی که گناه کرد دیگه ایمان نمیاره. هرچی هم میگن این معجزه دلیل، خلق پیغمبر، معجزه پیغمبر، اخلاق پیغمبر، دستورات پیغمبر، هرچی میگی چون گناه کردم تو نگات میکنه. یعنی انسان تو قرآن میگه میفرماد و ما یعتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. هر رقم پیغمبری آوردیم اینا مسخره کردن. میگه چرا اینا تو شدن؟ میگه کذالک نسلک فی قلوب المجرمین. چون اینها مجرم شدن، گناهکار شدن، دیگه هر پیغمبر رو ما مسخرش کردن، تمام انبیا رو مسخره میکنن. دیگه چی؟ مانع پندپذیری. چهارم مانع، چهارم گناه، گناه مانع باران. پنجم گناه سبب مسخره انبیا و ترک ایمان. و ما یعطیه من رسول الله. گناه باعث پندپذیری، نصیحتش میکنی، چون یه آدم گناهکاری هم تو نگات میکنه. برو بابا، ول کن بابا. اذا قیل له اتق الله، وقتی میگی خانم ای کار خلافه، آقا برادر ای کار خلافه، اخذت عزتو بالاسم، به خاطر گناهایی که کرده نفوذ ناپذیر. عزت یعنی نفوذ ناپذیر. ایشا میگن خدا عزیزه، یعنی خدا نفوذ ناپذیره، در خدا نمیشه اثر کرد. زمینی که سفته میگن زمین عزیزه، ارزان ازاز، این زمین عزیزه، یعنی سر بیل توش نمیره، کلنی توش نمیره. دستی که چربه آبش میریزی، چربی آبو پس میزنه، میگن این دست عزیزه، یعنی به خاطر چربی آبو پس میزنه. به خاطر گناهان پی در پی که کرده حرفش پس میزنه، موعظه رو پس میزنه. باباش نسیتش ول کن بابا، مادرش ول کن دیگه، هر کس نمی ول کن، بذار آزاد بشه. اخذت العزت یعنی نفوذ ناپذیری نگرفته. میگه آخه چطور نفوذ ناپذیره؟ مثل زمین صفر کلنگ و بیل نمیره، چطور این حرف حق تو گوشش میده؟ میگه بل اسم، اسم با سه نقطه.
چون گناه کرده گاهی وقتا پارچه به جای مثل که دیگه هر چی صابونش میزنی پاک نمیشه. قرآن دیگه اثر نمیکنه. قرآن اثر نمیکنه. از قرآن بدش میاد. قرآن میگه اذا تطلا علیهم اذا تطلا و اذا تطلا علیکم فاستكبرتم. وقتی آیات قرآن بر شما تلاوت میشه تکبر نشون میدید. چرا؟ میگه و کنتم قوم مجرمین. چون شما مجرمید، جرم کردید، گناه باعث میشه که در مقابل ندای قرآن هم غلف میشید. بحث گناه بود. دیگه کجوری؟ مانع رفاهه. قرآن میگه فانزلنا علی الذین ظلموا رز، نسبت به ستمگرا رز پلیدی نکبت نازل کردیم. بعد میگه بما کانوا یفسقون، چون فاسقن. آدم که گناه کرد فاسق میشه، دنبال فسق پلیدی میاد. البته پلیدی معناش اینه که کباب نخوره، ماشین قشنگ نداشته باشه، ممکنه بهترین غذا رو بخوره، بهترین خونه و ماشین و کاخ و دربار هم داشته باشه، اما زندگیش پلیده. مردم فوشش میدن، نفرینش میکنن، محبوبیت نداره. شما فکر میکنید شاه عزیز بود، صدام عزیز بود، مبارک عزیز بود؟ جمع کنید بین ذلت و عزت اینا، بعد ببینیم یادم کارگر ساده عزتش بیش از اونا بود. اگر جاوید نگفتن مقبش هم نگفتن. گناه دعا رو مستجاب نمیکنه. اگر میخواد دعاتو مستجاب بشه باید گناه نکنه. حدیث داریم هر که میخواد دعاش قبول بشه لقمه حلال بخوره. بیننده هایی که پا تلویزیون نشستید، چند شب مونده بشه فقط، از همینجا بنده خودم چون بابام بازاری بوده از زندگی مشکلی نداشتم. الانم خودم از اون مسلمانم که گاهی خمس میدم، منتها سعی میکنم شب 23 خمس بدم، چون یک درهم شب 23 مساوی با 1000 درهم. لیلت القدر خیر من یه کار خیر در شب قدر 1000 برابره. یعنی یه رکتش یه نفر شب قدر افطاری بدید انگار 1000 نفر افطار دادید. الان شبهای مونده تا شب 23 بذار اونایی که میرن جهنم یک کسایی برای من که میلیارد میلیارد خودن. شما که یه کاسب جز هستی، یه کارمند هستی، یه کارگر هستی، پس انداز رو از مسجد بپرس خمستو بده. نگذارید اگر دوست داری بچه ها تو به بچه ها لقمه حلال بده. اشتباه میکنن اونایی که میخوان زندگی زن بچه شون رو رفاه کنن. با مال حرام زندگی رفاه نمیشن. ممکنه خونه و ماشین عوض بشه، ولی یک بلاهای نامرئی و ناپیدا تو زندگیتون پیدا میشه. حدیث داریم اگر میخواید بچه هاتون خوب بشن لقمه حلال بدید. میخواید دعاتون مستجاب بشه، حدیثه هر که اراده داره لقمش دعاش مستجاب بشه، فلیطیب یا یطیب مطعمه، لقمه حلال. سر ماه رمضان بچه چرا سر سفره افطاری نشسته که خمس نمیدیم، زکات نمیدیم؟ یک آفت میاد حال همه ایران گرفته میشه، یه زلزله میاد حال همه گرفته میشه، یه سیل میاد حال همه گرفته میشه. نه یکی و دوتا و دهتا و بیستا، یه هیئت. حدیث داریم هر کجا مالی آتش گرفت به خاطر اینکه خمس ندادن یا زکات ندادن. امام جواد فرمود من امام جوادم، به مردم بگید من امام جواد، امام نهم شما هستم، ضامنم خمس بدید مالتون کم نشه. روایات داریم ما تلف مالون فی برن ولا بر، هر جا مالی تلف شد به خاطر ترک زکاته. یکی از راه های جلو گناه گرفتن، مهمترین راه اینه. دو تا احرام بسیار بزرگ هست برای جلوی گناه، یکی نماز، یکی ازدواج. تمام گناهان ما اکثرش، اگر نگم باید بگیم اکثر گناه ما یا از غفلت یا از شهوت. دوای غفلت نماز، اقم الصلاة لذکری. دوای شهوت ازدواجه. اینقدر بوت لیسانس را بشکنید، دختر میخواد لیسانس شد، دختر مشغول درسه، خواستگار اومد بش بدید. اگر پسره رو تحقیق کردید و عیبی نداره، جیر ندید که حالا خونه شخصی نداره. بعد خونه شخصی تو خیابون اینا که راه میرن کدومشون وقتی ازدواج خونه شخصی داشتن؟ اول اجاره، بعد رهن، کم کم خونه دار میشن. جیر به خونه ندید. خونه آجر، سیمان، دختر شما انسانه. سن ازدواج بره بالا 1001 مشکل پیدا میشه، مثل نخی که تناب میشه. نخ که تناب شد دیگه گره نمیخوره، گرم که خود زود وا میشه. نخ قرقره که باریکه هم زود گره میخوره، هم وقتی گره خود باز نمیشه. ازدواج رو باید اقدام کنید.
یک بسیج عمومی. قرآن میگه همه بسیج شید برای ازدواج و انکحو، انکحو به کل امته. نماز درست کردی، ستاد زکات و ستاد تفسیر و چهره به چهره و یه دفعه کارای زدیم، حالا نمیدونیم کارمون درسته یا غلط، خدا قبول خواهد که نه، ولی میگن این ستاد ازدواج هم درست کنه دیگه، حالا این کارا رو من نمیتونم بکنم دیگه، همه ثوابایی که لازم نیست من بکنم. بله، ولی مسئله جلوگیری از گناه راهش نماز است و ازدواج، راه مهمه، شاهراهش دو تاست. خدایا ایمان کامل تقوای قوی به ما بده، همه ما را اون چه گناه کرده ایم تا حالا همه رو ببخش. آمین. از این به بعد خودت یه ایمان قوی به ما بده که وقت گناه خودت ما را حفظ کن. آمین. و السلام علیکم و رحمت الله.